این روزها شاهد حجم عظیمی از تبلیغات و شیطانسازی رژیم آخوندی علیه مجاهدین هستیم. همراه هستیم با آقای حمید اسماعیلی زاده برای بررسی این موضوع. سلام به شما آقای اسماعیلی زاده و خوش اومدین به این گفتگو. منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان سیمای آزادی. درود بر شما. آقای اسماعیلی زاده، آیا موج جدید تبلیغات علیه مجاهدین به دلیل سالگرد عملیات فروغ جاویدان یا دلایل دیگه‌ای داره؟ ببینید، خب سالگرد فروغ جاویدان که به رژیم یادآوری میکنه که به قول خودشون هی شکر کنن که هنوز سقوط نکردن، این سر جاش هست، ولی امسال به صورت بی سابقه ای این افزایش پیدا کرد. علتش به نظر من ضرباتیه که جدیداً خورده رژیم و رژیم هم میدونه و خودش هم اذعان کرده که از کی خورده این ضربات و همین دلیل هم به چنین موجی روی آورده. ببینید، در حالی که به طور معمول توی عرف مثلا دیپلماتیک هم معمول نیست، ولی مثلا رژیم رسما داره میگه که ببین مثلا آلمان اگر مراکز جاسوسی رژیم رو بسته، میگه این به قول خودش میگه لابی مجاهدین باعث این شد، یعنی افشاگریایی که مجاهدین طی این پروسه کردند باعث اینا شده. یا مثلا فرض کنید که گزارشی که گزارشگر ویژه سازمان ملل آقای جاوید رحمان منتشر کردن به عنوان آخرین دوای گزارشی که آخر ماموریتشون بود، ببینید این گزارش یک گزارش بسیار قوی بود. چرا؟ هرچند که هنوز خب خیلی بیشتر از این بایستی گفت، ولی تا اونجا که به درون سازمان ملل و با همون سیاستایی که خودشون پیگیری میکنن برمیگرده، خب این یه حرفای مشخصی رو عنوان کرده و همه به قول معروف این داستان به اسم نسل کشی و در واقع جنایت علیه بشریت و همه اینا ثبت شده برای رژیم. جوری که رژیم میگه چی، مثلا کنانی گفته بود، فکر کنم میگفتش که نبایستی فقط صحبتهای یک طرف رو بشنوند. یعنی به رسمیت میشناسه که دو طرف داره این داستان، یکی رژیم یکی مجاهدین. میگه سازمان ملل نباید مال یک طرف رو. یا غریب آبادی میاد میگه که کلا از اول که این عاصم جهانگیر شروع کرد که یادش به خیر و بعد احمد شهید و بعد همه گزارشگران، بله بله، یعنی اینا خلاصه یه پروسه‌ای رو طی کردن، ولی میاد میگه همه اینا به اصطلاح اون کاری بوده که مجاهدین کردن. پس یه ضرباتی رژیم خورده. ببینید، حداد عادل همین دو سه روز پیش بود گفتش که به این باندای رژیم که اینقدر با هم خلاصه دعوا نکنید، یا بال خودشون شقه بیشتر از این رو میگفت، این فکر نکنید اختلافات ماست، این کار مجاهدینه که تو آلمانی نشستن این کار میکنن. پس ببینید، یعنی رژیم میدونه مثلا شقه های درونیش که دیگه شقه نیست، سوراخ سوراخه. این به خاطر ضرباتی که خورده تو قیام، تو تحریم انتخابات، و به قول خودش همه اینا پای اصلیش کیه؟ مجاهدینه. پس رژیم با یک بحرانی روبروه، به همین دلیل اومده و این رو داره در واقع عنوان میکنه. یعنی علت این داستان که افزایش پیدا کرده به نظر من ضرباتیه که، یعنی مختصاتیه که رژیم پیدا کرده به خاطر ضرباتی که خورده، و مجاهدین مختصاتشون چقدر بالاتر رفته. نمونه شده میبینیم از کهکشان تا هم موضوع سنا و غیره. بله، خب من آقای اسماعیلی زاده، آیا رژیم این حرفا رو صرفا برای شیطانسازی و تبلیغات منفی علیه مجاهدین میزنه یا دلایل دیگه ای هم داره؟ چون به نظر میاد خیلی از این حرفا به ضرر خودش تموم میشه. مثلا اینکه میگه همه گزارشگران ویژه تحت تاثیر مجاهدین هستن، یا شکستایی که میخوره تو زمینه بین المللی یا داخلی. ببینید، به نظر من اتفاقا حالا رژیم میخواد شیطان سازی کنه، یعنی میاد به اصطلاح برای اینکه این مسائل رو بگه کنارش یه حرفایی میزنه که به اصطلاح برای شیطان سازی. ولی این سیاست رو از قبل هم رژیم داشت، سیاست 80-20 بود. یعنی چی؟ یعنی هر 80 تا به رژیم بزنیم 20 تا مجاهدین. پس براش واضحه که هر چقدر رژیم خودش به مجاهدین بزنه در جامعه باعث بالا رفتن مجاهدینه، و همچنین در جامعه بین الملل، چون میفهمن که هم‌آورد واقعی رژیم کیه. پس به همین دلیل سالیان سال از این احتراز میکرد، ولی چرا الان این کارو میکنه؟ پس دیگه موضوع نقطه در واقع عزیمت دیگه شیطان سازی فقط نیست، هرچند که گفتم تلاش میکنه در کنارش این کارو بکنه. ولی مشکل چیه؟ ببینید، مثلا فکر کنم یک دو روز پیش بود این هاشمی نژاد، همین مال هابیلیان، همین نفر وزارت اطلاعات در واقع، این برگشت گفت چی؟ گفت ببین، اینی که خامنه ای چند سال پیش گفت جای شهید و جلاد نباید عوض شه،
خیلی به اصطلاح ضروری بود و ما درست نفهمیدیم. الان باید خیلی کار کنیم نسل جوان بشناسه که این مجاهدین کیان، که وقت یعنی چی، یعنی مشکلی داره رژیم. مشکل اینه که نسل جوان دارن به مجاهدین میپیوندن و یه مشکلی داره رژیم. ببینه خط مجاهدین داره پیش میره، یعنی خط سرنگونی با آتش. به همین دلیل دیگه رسما داشت میگفت، میگفتش که همین هاشمی نژاد میگفتش که خانم رجوی رو به عنوان نماد آینده ایران، دولت‌های غربی و یا نمیدونم اروپای غربی یا نمیدونم آمریکا، هر کسی میخواد به رسمیت بشناسه. پس یه مشکلی داره رژیم، این مشکل رو باید حل کنه. خطابم فقط رو به جامعه نیست که اصلا نیست، اصل موضوع مخاطبش نیروهای خودشن. چون واقعا بعد از انتخابات اینا دیگه فقط شقه نیستن. وقتی شما میگین شقه، یعنی انگار دو تا مثلا جناح هستش. بله. این شقه است. ببینید سوراخ سوراخه. به همین دلیل اصلا به هم ریخته است سیستم رژیم. پس به همین دلیل برای اینکه با این مقابله کنه بایستی به همه آدرس بده که حواستون باشه. ببینید دارین این کارو میکنین، دوران فروغ یادتون باشه، ما داریم خدا رو شکر میکنیم که سرنگون نشدیم ها. پس دوباره این ممکن اتفاق بیفته ها، با قیام ها ممکن اتفاق بیفته ها. و خودشون همین پیروز بود، یکی از اینا میگم گفتش که مجاهدین که کارشون تموم نشده، که ادامه داره. تا کنون انقدر کشتن، تا کنون انقدر نمیدونم همه چیزا رو برای ما، به قول پور محمدی هر تخریبی علیه ما بوده پای ثابتش مجاهدین بودن. پس بنابراین رژیم داره برای جلوگیری از ریزش نیروهاش داره هشدار میده، مجبور مرزبندی رو تیز کنه که معلوم باشه که دشمن که این وسط دیگه با معروف از دست نده. بله خیلی ممنون از شما آقای اسماعیل زاده و از حضورتون و نکات و توضیحاتی که گفتیم. با تشکر از شما. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون که این فرصت منده. خدا نگهدار شما.